با امروز می شود 3 روز که زخمیست و هنوز زنده. پیغام داده بودی طبیب خبر نکنیم. بله، می خواهم مداوای او خود بر عهده بگیرم. به گمانم آنقدر تباورت می داند که آن زخمی را برهاند. تغییر چه کند جناب وزیر اصفهان؟ آبروی چندین و چند ساله دودمان و خاندان پدری به سودا گذاشتم. نگرانی شما بیشتر به سبب آبروی دودمان است یا سرمایه خاندان؟ هنگامی تازه لازم است. انشاءالله اگر خدای دشمنان بخواهد، اسباب حرکت مهیا خواهد شد تا بنیان این دین برانداز و همکیشانش برچینیم و به جنگ با عثمانی برخیزیم. جهاد کنیم که در این راه صلاح و ثواب تو و یارانت کم از ثواب مرکب المبین نیست. ما هنوز در ابتدای راهیم جناب وزیر، و به اون چی که از شما شنیده ایم خرسندیم. کی نائل می شویم به زیارت درویشمان؟ آیا قلندر ما در شهر است؟ در شهر هست و در شهر نیست. طالب باش، به زودی او را خواهی دید. آیا به کسبت درویش بازگشته درویش خسرو؟ دوره جمادی و نباتی گذرانده و بازگشته به کالبد آدم. به زودی دیدار حاصل خواهد شد. پدر باقربک بازرگان از دوستان قدیم میرزا رفی بوده که در رکاب شاه عباس هم جنگیده. باقربک خود نیز همیشه در کنار یا در میان ماجرایی بوده. مثل همین موضوع اخیر. بله. هدفشان چیست؟ میرزا رفی به دنبال سببی است شیخ الاسلام شهر و علمای سایر بلاد فتوای جهاد علیه عثمانی صادر کنند. جهاد علیه عثمانی؟ از چه زمان میرزا رفی وارد کار شریعت شده؟ در اصل بی علاقه نیست برای رسیدن به مقام صدارت عظما، هرچند به صراحه این مطلب را عنوان نکرده. و ارتباط آن با جهاد علیه عثمانی؟ به یک جریان مرتبط با هم میماند. رفت آمد نمایندگان خارجی به قصر شاه زیاد شده. به بهانه نوروز اکثریت خارجیان ساکن اصفهان خدمت شاه عباس رسیدند و هر کدام نغمه جنگ ساز کردند. بیگمان مقرون به صرفه ایست که به هر حال صرفه و صلاح ملک ایران نیست. از کاروان زیاد بران چه گفتند و شنیده ایم چه می دانید؟ باران ابریشم بوده و بلد غافل سعدی دینامی است از اهالی بغداد که سالها پیش 4 انگشت او را بر سر دزدی بریدند. در کجا؟ در عثمانی. در عثمانی قطع انگشتان نمی کنند، قطع سر می کنند به یک باره. دیگر اینکه فردا بعد از ظهر قرار بر وقوع اتفاقاتی است در سر پل الله وردی خان. چه اتفاقاتی؟ جزئیات را نمیدانم، اما کلیات گویا در مقوله آب است. صلاح میدانید نفراتمان در آن حوالی باشد؟ نه، صلاح نمیدانم. سایه آدمهای تا آنجا باشد جمع میشوند جماعت. شرایط زمان فتنه انگیز است، احتیاط باید کرد. Thank you.
کسی حق ورود نداره. نمیتوانم اجازه بدم. به حضرت شیخ بهایی بفرمایید اجازه میدهند. عرض کردم که اجازه ندارم. کسی حق ورود نداره. نمیتوانم اجازه بدم. بگذارید داخل شوند. جناب شیخ، مصافحه بماند برای بعد از اینجا. جناب علی رضا عباسی، چه ظلمی بر شما رفته که راه عدالت خانه آمده اید؟ نزد شاه بودم، فرمودند شما اینجا هستید. سر از پا نشناس خود را رساندم که تجدید ارادت چند ماهی به تعویق افتاده بود. دلتنگتان بودم. دو تبریک هم به حضرت شیخ بدهکارم. تبریک نوروز و تهنیت مقام شیخ الاسلامی. سال نو بر شما هم مبارک باد. اما مقام دنیا که تبریک ندارد جناب عباسی، مبارک آمدن شماست. راستی که از شما شایسته تر نبود برای این مقام. کار حرم امام رضا علیه السلام تمام شد. بعد کمال زیباترین کاشی ها و کتیبه ها را برایش ساختیم. انشاءالله خدا قبول کند. از شما قبول میکند انشاءالله. شایسته تر از شما هم انصافا وجود نداشت برای مرمت حرم رضوی. شیخ بنده نوازی میکند. حداقل یک تن شایسته تر از حقیر هست در این شهر. ای کاش ذره ای از خوی نرم شما را هم خداوند به او می داد تا در اخلاق هم برابر می شدید همچنان که در هنر برابرید. ریشه این عداوت از کجاست نمی دانم. هر جا که می گذرم و با هر کس که سخن می گویم ردی از عداوت میر عماد بر علیه خود می آورم. بدل به مهر می شود انشاءالله. شاید از سر کسب و کار کمرونق است. کسب و کار کمرونق؟ نیمی از اصفهان به شاگردی او هستند به آموختن هنر. درس میگوید و بیش از قاعده هم مزد میگیرد. شما دو نفرم عالمی دارید با هم دیگر. بخت در من نیست میدانید. اما این گونه سخن بگوید و تر خوش بسوزاند و تخم کیم بپاشد سرش از دست میدهد بیشک. انشاءالله رفع خطر میشود. هم الان عازم هندوستان شود، پادشاه هند خود تا به دروازه به استقبال میآید. آدم گران قدری است. البته قبل از شما نمی ایستد. مگر ما قبل از کی ایستاده ایم جناب شیخ بهایی؟ هر کس جای خود می ایستد در این دنیا به حمدالله. قبر ما را در جوار مرقد امام رضا علیه السلام چه کردید؟ باید بگویم جسارتاً و
فقط وجود زیجود حضرت عالی را کم دارم. چرا میگویید جسارتم؟ تا وقتی که مقرر است زندگی باید کرد و از نعمات خداوند بر من باید شد و زمانی هنگام آن که برسد باید آماده بود برای رفتن. حالا آنچه را که ساخته اید خوب شده؟ بسیار خوب. کاشی ها و کتیبه ها بی نظیر شدند. پس زودتر برویم تا قبر من کهنه نمشده. آنچه من ساختم دور از جان شما 500 سال دیگر هم پا بر جا خواهد ماند. چقدر آسان از مرگ میگویید. فقط دو سه کار کوچک دارم، بعد از آن آماده. خداوند عمر طولانی به شما عطا. خداوند شما را هم حفظ کند برای صفویه و مسلمان. این روزها همه دنیا ترغیب ما می کنند به جنگ با عثمانی. این می آید و آن می رود و همه از ما جنگ می خواهند. این ماجرای راهزنی هم مزید بر علت شد. شاید هم خود علت باشد. صلاح مملکت شاه بهتر می داند. اما اگر جنگی آغاز شود اولین صدمه‌ای که می رسد به تجارت است در این ملک.
و همین مرا به شک می اندازد. به هر حال جنگ و سیاست از هم جدا نیستند. جنگ همیشه همان است که تا حد ممکن باید از آن پرهیز کرد و سیاست دنباله جنگ است، به زبان دیگر و ابزاری دیگر. این فرموده شیخ بهایی را به خاطر می سپاریم. هر از چند گاه اینها را به ما یادآوری کنید که دچار غلیان احساس نشویم. راهزن زخمی چگونه است؟ به زبان آمد؟ تا دو روز دیگر به هوش می آید، اما گمان نمی برم که از او فایده ای حاصل شود. شنیدم آدم های زیادی مایل به دیدار او هستند. شاید گمان می برم پدر یا برادر گم شده شان است. این میان چگونه شایع شد که عثمانی به کاروان حمله کرده؟ بازرگانان گفتند که راهزنان به عثمانی حرف می‌زدند. چرا نزد ما حرفی از آن نگفتند؟ بازرگان جماعت ملاحظه دارد و حسابگر است. نزد سایر مردمان کسی از آنان حجت نمی‌خواهد. حالان که پیش شاه حتما حجتی لازم بوده که آنان نداشتند. شما با مخالفانتان چه می کنید؟ دعایشان می کنم که با غیبت از ما ثواب ما افزون می کنند. حرف دیگر بگوییم. شنیدم که مقبرهتان در جوار مرقد امام رضا علیه السلام بسیار زیبا شده است. ما که داخل آن برویم لابد زیباتر هم می شود. بوی حلوایی نمی آید حضرت شیخ بهایی. استقبال رفته ای؟ آدمی زاد تخم مرگ است، کسی چه خبر دارد؟ انتخاب ارجح کردید که ساختان را به علیرضا عباسی سپردید. هنرمند یگانه است. نادر است اما یگانه نیست. میر عماد حسنی هم کم ندارد از او در هنر. میر عماد حسنی؟ علیرضا عباسی نرم خو و خوش خلق است. میر عماد حسنی تند خو و بخل مزاج، وگرنه هم ارزند. نام او نیاورید که مجلس من تیره می شود. مردک قصوینی 70 تومان ما را پس فرستاد که به جهت کتابت شاهنامه به او داده بودیم. شنیده اید لابود؟ پس از ماهی چند ورق فرستاده بود که یعنی کار کرده ایم. اوراق برگرداندیم و گفتیم کاهلی کرده، ادامه نمی خواهیم، پولمان پس بفرستد. مردک به مقراض آن چند برگ 70 حصه کرد و هر حصه فروخت 1 تومان و پول خزانه پس فرستاد. این یعنی خفت دادن شاه عباس. دور از آن شاه. هنرمند جماعت دل نازک است. در کار خود هر کدام شاهی است. زیر بار شاه و وزیر و سفیر نمی رود که البته از محسنات این قوم است. این علیرضا عباسی چه کم دارد از او مگر؟ زبان نرم، خلق ملایم، هنر به حد اعلا. بین آن دو رقابتی است. شاه و علیرضا عباسی بیشتر تفقد دارند. همین میر عماد را آزرده می کند. چند کار هم به او بسپارید تا هنر خود نمایان کند، آرام می شود. همان شاهنامه که برای من کتابت کرد کافی است. بعد از جنگ چالدران شاه بهتر می دانند. وقتی سلطان سلیم عثمانی تبریز را گرفت، از تبریز چه برد؟ غارت کرد و ویرانه کرد عروس شهرهای ایران را. سلطان سلیم عثمانی که به تاراج زمین و زر نیامده بود، حصول به آنها در هر حمله‌ای و به هر جایی برایش میسر بود. سلطان سلیم عاشق ایران
و سنت ایرانی بود. شعر به فارسی هم میگفت. بعد از فتح تبریز هزار هنرمند پرآوازه در نگارگری، جواهرسازی، قالی بافی، پارچه بافی، نجاری و معماری را به قسطنطنیه کوچ داد. ده ها شاعر و کاتب و نویسنده در دربار خود اسکان داد. میدانید چرا؟ شما بفرمایید بهتر است. برای اینکه ایران بدون هنر ایران مرده است و سلطان سلیم این دانسته بود. زوال هر ملکی در تارمار هنرمندان آن ملک است. دولت ما که عروسی هنرمندان است. چون شاه درست فهمیدن که صفویه با هنرمندان و هنر پروریش ماندگار خواهد شد. ما که قدر هنرمندان میدانیم، آنها نیز قدر ما بدانند بهتر است. میر عماد زبانش تند است، کردارش لغو و اشعارش حجف، اما سرپنجهش، دستش، مغزش، قلبش هنرهای بزرگ دارد. هم الان هندوستان بود، نورالدین محمد جهانگیر پادشاه هندوستان هم وزنش جواهر می‌داد. به واقع می‌داد؟ تردید نمی‌کرد. باشد حضرت با. به خاطر شما فعلا از کشتنش صرف نظر میکنیم، هرچند تصمیم قاطع داشتیم. اما به او بفرمایید زبان در کام نگه دارد و ادب ملاحظه کند. شاه با او مهربان باشد، او هم مهربان میشود. واهمه از تکدر خاطر حضرت شما نبود، مدتها پیش از این تکه پاره گشته بود. من هم نمیخواستم، فدایان این می کردند. شاه به این بنده عنایت دارند. کاش میر عماد قدر شما بداند. این حکایت کور کردنها و کور شدنهای خاندان صفوی هم رشته ای دراز دارد. گویا هر آن کس که تیغ به دست می گیرد صاحب نور نیز می شود و آن را از برادرانش و عموهایش و پسرانش دریغ می کند. میل به چشم کشیدن و چشم از چشم خانه در آوردن رسم ناخوشایندی شده است در دولت صفوی. این سنت ریشه این حکومت خواهد خشکاند. اینها همه از آن است که شاهان و حاکمان تصور عمر نوح دارند برای خود. و این شاه
همیشه شعبده‌ای در آستین دارد برای این مردم. به صفی میرزا پسرش هم رحم نکرد. چه بگویم؟ من اگر رفت آمد دارم یا مدارا می کنم دلیل بر تأیید نیست. شما بهتر می دانید. سیاست پدرم نیز همین بود. می دانم. یکی از علما نزدیک شاه باشد، به قیمت هر بدنامی شده میتواند از بعض فتنه ها جلوگیری کند. شیخ، رئیم پسر محمد ری کناری آمده است و میگوید در شهر بلوا شده است به واسطه آب. آب؟ برای تقسیم آب ساکنان بالا رود و پایین رود و میان رود گرد آمده اند کنار زاینده رود و همدیگر را به قصد کش میزنند که آب از همه بیشتر که برده است. کجاست؟ آنجا آقا. شرم نمی کنید؟ با کشتن و شکستن سر دست آب به سویه تقسیم می شود میان شما؟ به این جای من رسیده است از این حق و ناحق کردن ها. بس هست دیگر. زمین های ما احتیاج به آب دارند. لنجان و علنجان ونش ماربین و جیرا صاحب می شود هر ساله. لنجان و علنجان ونش آب خود می برند. حقا به ماجن، حصه هر یک از قرا هم معلوم. پنگال به پنگال، غرقاب به غرقاب. حقاب در زمستان به چه کار ما می آید؟ حمل تا جزده چرا حرف غرقاب نمی زنی؟ ظلم از حد گذشته حضرت شیخ الاسلام. رودخانه خدا را می بندند. نمی گذارن پایین بیاید. زمین و زراعت من خاکستر شده. آیا چاره آن جنگ است؟ بنشینید و فکری برای آن بکنی. چه فکری حضرت بهایی؟ آب زاینده رود به قاعده باران سالیانه است. کم ببارد کمتر، زیاد ببارد زیادتر. برای لنجان و علنجان توفیر نمی کند چون آبش را می برد. اما ماربین و جی، کم ببارد بلواست، زیاد ببارد سیلاب. هر کاری راهی دارد. طاقت من تاق شده، ظلم بس است. زمین و زراعتشان را به آتش بکشیم چاره مشکل می شود. اگر زور اینها بیشتر بود زمین و زراعت شما به آتش کشیدن چه؟ آن وقت همه بالا رود می شود گورستان، گورستان مردانشان. آرام باشید، آرام باشید، آرام باشید. تأمل کنید، جدل نکنید، تأمل کنید، تأمل کنید، تأمل کنید، آرام باشید، تأمل کنید، تأمل کنید. راه حلی پیدا میکنیم. چقدر باید صبر کنیم؟
شما که این همه سال به نزاع و جدل گره روی گره زده اید، نمی توانید مهلتی به من بدهید؟ چاره‌ای برای مشکلتان خواهم کرد. از هم اکنون آن را حل شده فرض کنید. به خانه هایتان بروید. با هم مجادله نکنید. تومار تقسیم آب را انشاءالله آماده می کنم. بروید. بروید به خانه.
شما کیستید؟ آرام باش، آشناس، با من هست. کسی حق ورود به اینجا را ندارد. صورت باز کنم که از ترس قبض روح میشوی. صورت باز یا بسته، باید بیرون بروید. حتی اگر برای تو تحفه ای آورده باشم؟ من فرزند و عیال دارم. مگر گفتیم بیا عیال تازه بگیر؟ اینجا چه میخواهید؟ پول میگیری؟ چشمت را میبندی؟ همین. کیستید؟ گفتم کیستید؟ او را کشتید قربان. سکت باش. شمشیرت را بده. خوب گوش کن، داستان این گونه است. راهزن به هوش آمد، خنجر دوستت را که در خواب بود دزدید و او را کشت. به صدای فریاد او تو خود را رساندی، به تو هم حمله کرد. شمشیر کشیدی، با او جنگیدی و او را کشتی. اما دوستت مرده بود و تو خشمگین بودی. به یک ضربت شمشیر خلاصش کردی.
قرار بر کشتن راهزن بود، نه کشتن نگهبان. سر همراهی نداشت، خود که دیدی. وعده بیش از این فرموده بودید. به تو رسیدگی خواهد شد. اگر آنچه را که بر عهده گرفته ای انجام دهی، ده چندان این به تو خواهد رسید. انجام میدهم. بعد از رفتن من داد و فریاد کن تا همگان بیایند.